چرا اینقدر سخت میگیری؟ هر روز مسئله خودمون شروع نشده. بزن از اوار زیارات بشین، بزن سمان چه برنامه برد داره. ما به ماه عسل شما چه کار داریم آقا سلمان؟ یکم جلوتر جاده دو شاخه میشه. شما اونلا برید شمال دنبال صفا سیتی، ما هم اینلا میریم کرمان دنبال یه لقمه نان و فروش صندلی دستی. اگه بیان الان ماشینه بگردن پرنده پیدا بکنن 400 میلیون باید جریمه بدیم. جادوگر کجا قایم کردی پرنده؟ پر دادم شاهین. پر دادیش را؟ آره بد بدونم مدیه طاقت بیپولیه نداره. بده همون قرشمال خود منید میقره نبود اینه تحویل در این محیط زیست بگید. والا آقا خلیل اینا قرار بود تحویلش بدن، ولی همه یه رو پیش ایجا رفتم سرویس، دیدم زمان مثلا نشسته رو دیوار هی جوری زل زده به من. این خلیل هیچ وقت این بالابند این شاهین دست آموزه به این گران قیمتیه ولی نمیداره بده تحویل در این محیط زیست. اینو گفتم یا نگفتم؟ والا قرار بود 3 میلیارد این شاهینه رو به هشام رابط این خارجی بفروشه. علم احمق از ترس پلیس راهنمای رانندگی شاهینه رو پر دادم رفت. شیرین پیامت داده این عرب شهینه تو قسمت زنانه است. خدا رحمت کنه شما. خدا بیامرزه ایشون. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. جور که اینا به ما نگاه میکنن بعید میدانم سعی و سال من اینجا بیرون بریم. الله حق دارن دیگه، ما هم مراسم بزرگ خاندانشنه به هم زدیم. من باید هر جوری شده این پرنده با خودم ببرم. اینا که سهلن، اگه گروه پیکی بلایندرز و خانواده سوپرانوز هم باشن نمیتونن حریف ما بشن. خیلی بمزه گفتیه ولی الان نمیتونم بخندم. راستی این پیکی بلایندرز چی شد؟ کلن تمام شد یا؟ نه بابا میخواستن بگیرن سفت و سخت، ولی متاسفانه تامی اینقدر قلدور و کلوف گفت قرار اجه آقا ببخشی بابا به خدا نمیدونیم چی بگیم، یعنی اصلا هیچ جای توجیهی نداره، ولی باور بفرمایید که بعضا هیچ عمدی تو کار من نبوده. برادر اسم شما چیه؟ بنده کوچیک شما نورالدین خانزاده هستم. ببین آقای نورالدین، عمدی بودن یا سهری بودنش مهم نیست. مهم اینه که نزدیک بود خدا ناکرده یه بلایی این وسط سر یکی بیاد. بابا خدا رو شکر آجا قعلان که برای کسی اتفاقی نیفتاده. من عرض میکنم که اگر شما این جماعت ببری و ولی 2 دقیقه مخشان کار بگیری ما 3 سوت فلنگ بسیم رفتیم. اسم شما چیه؟ بنده امو کابوس. ببین آقا کابوس، این بندگان خدا به احترام من با شماها درگیر نشدن. بعد تو از من توقع داری که بیای مخ اینا رو کار بگیرم یه جوری فلنگو ببندی بری؟ حاج آقا باور بکنید این حیوان اصلا آزاری نداره. درست شاهینه ولی کاملا دست آموزه. یه لحظه بشه شست بزنی. ببر اون بر خانم. نه اصلا نگران نباش، این حیوان 3-4 هفته پیش یهو آمده خانه پدر ایشان ادریس. خیلی مده خوبی 7-8 درده و از آتا هم بچک داره. خیلی مده خوبو این در واقع این شاهینه این بنده خدا رو بسه بسه اشتباه گرفته. ما هم که اصلا بلد نیستیم از این مراقبت بکنیم، داشتیم میبردیم اداره چیز بوهیتزی تحویلش بدیم که یهو اینجا از دست ما فرار کرد و با عرض شرمندگی آخر آمد داخل مسجد و تن این بنده خدا رو تو گور لزن فتح همه السلام. در هر صورت به هم خوردن مراسم این مرحوم موجب شد اون کسی که قرار بود نماز و روزه عقب مونده این مرحوم رو رایگان گردن بگیره، چشمش که به این شاهین شما افتاد از مسجد فرار کرد رفت. خب حاج خیکن اگر واقعا همچی چیزی ما خودم هم میتونیم این نماز و روزه عقب افتاده رو گردن بگیریم، هر مشکل نداریم. خیلی هم عالیه. خیلی والله گیر این بندگان خدا همینه.
اینا میخوان که یکی بیاد متعهد بشه این نماز و روزه رو گردن بگیره طبق وصیت این مرحوم. بله حاج آقا اگه گیرشان اینه سسوت قابل حل. ببخشید فرمودید چند سال نماز روزه عقب افتاده؟ 8 سال نماز، 6 سال روزه. نخوانده بودن چیزی. الان معیار، آقا معیار عزیز، آقا بیا بیا. ببخشید حاج، مجبور شدم نمیشنی صدا. بیا عزیزم. چه عزیزم؟ سلام علیکم. سلام علیکم. حواست به ما با 8 سال نماز 6 سال روزه به برنامه اضافه کن. عذرخواهی میکنم چیکار کنم؟ آقا این هیچی نه، بچه خودش 17 سال بکره بذار کارم رو بکنم. ببخشید مگه تو 30 میلیون رو نمیخوای؟ من 30 میلیون رو میخوام. به حرف نزن. 8 سال نماز و 6 سال روزه به برنامه اضافه کن. جوانه دیگه، بعضی موقع سرسخت میکن. عقب افتاده 6 سال روزه. نه بله چست. من با اجازه دان یه 4 رکعت هم نماز وحشت رایگان شانتیون برای اون مرحوم میخوانی. بله حتمه. بله بله. ببینید در هر صورت وقتی که حتی کلامی شما متعهد بشی که این کارو بکنی، بله. اگر انجام ندید اون دنیا بد جوری پاتون گیره ها. عجب عجب، خیالتون راحت باشه. با خود من بلدیم این چیزا رو، میدونین چش اون جفت چیچه کوره. خیلی خوب، این پیشنهاد شما رو من به بازماندگان این مرحوم انتقال میدم. اگر انشالله موافقت کردن که همدیگه رو حلال میکنید و صلح و صفا و شما رو به خیر و ما رو به سلامت. مگه همین میشه؟ ای بری کما آقا بجان اطمینان بدید هر چی گناه است گردن من کاو. عزیز و دوست داشتنی. خوبین؟ سلامتین؟ عزیزی قربانه، سلامت باشی. بطوری شاده باز باز هم مثل تمام داستانهای عاشقانه عاشق به محل عشق بازگشت. ماشاءالله لیبرو چنین خانمش داره. خوبی؟ سلامتی؟ لطفا به این آقا بگین تا 3 روز با من حرف نزنه. میگه تا 3 روز با من حرف نزن. 3 روز؟ چشم. ولی قبلش اون گوشه موبایل منو پس بده. دروغ چرا؟ اگه گوشه موبایلم پیش جا نمونده بود همون 3 روز دیگه میومدم. او دادی یه ساعته با شاهین مرگشتیم. چی تی میگی؟ آفرین آقا بجیمین. آقا سوارشیم من تخت گازم بریم بریم مشکای فرده که من نمیرسیم. آه یواش حواسم نباشه. چی میخوانی امو؟ ترسان گیتم. چه خبره ده؟ خودت دختر بریم. برو برو. آقا بریم. بابا اینگان عزیزم بیا بچو داخل ماشین عمو، این پرنده داخلی شلوغی اذیت میشه. ببین نه عمو شرمنده، سقف ماشین شما کوتاست، این حیوان اذیت میشه. عمو جان سقف ماشینم کوتاست نداره، عوضی کالکشن موسیقیم فوق العاده است، من مادر ندارم. بیا بریم. بیا آقا جان این همقدر مادر شماست؟ من با شما حرف زدم. من دارم با شما حرف میزنم. این همقدر مادر شماست؟ اگه دلتنگ مادرتی همه گن تشریف بیارین شما. بیا پایین. چش بریکالا باشه برو چشم بریم. حالا کین موزیکیش هم هست. بفرمین خدا حافظ. خدا حافظ. خوش بزن خدا حافظ. خدا مراقب حیوان باشه. حرکت کن بابیگن حرکت. I'm not afraid to die.
سبک و بلشینا رو تو یه روز گرفتی؟ نه دادا، یه روز؟ از دقیقشو بخوام خدمت شما عرض کنم یه روز و نصفی زمان برد، یعنی روسه ما کشی. تو مگه سه بار جری موتور ویخ نشده بودی که تو منطقه ایشه کار نمیشی کار نکنی؟ سرا دادا میدونی چی شد؟ همچین عذاب وجدان گرفتم، گفتم چی کار کنم؟ شکارا رو بردارم دو دستی بیارم اینجا تحویلتون بدم. چطور واسه اون دوتا آهویی که از منطقه شکار ممنوع زدی و بردی خونت عذاب وجدان نگرفتی؟ آهو؟ من خواهش میکنم لطفاً به اون آهو اصلا کارتون نباشه. این آهو حکم بچه منو دارن، اصلا با شکار و این حرفا فرق میکنن. به تو آتن بله. مرد حسابی، نه غذای درست حسابی بهشون میدی نه جاشون ترتمیزست. کارشناس ما گزارش کردست که حال هر دو تا آهو بدست و دارن میمیرن، الان هم چاره نداریم جز کشتنشون. بکشیدشون؟ آره بکشیمشون، با این وضعیتی که اون دو تا آهو دارن دیگه تو طبیعت نمیتونیم رهاشون کنیم. آقا این چه حرفیه داری با من شوخی میکنی؟ عرض کردم خدمتتون اینا حکم بچه های منو دارن، من باباشونم. الان میفرستمت پارسگاه، احتمالاً هم از اینجا میبرن دادسرا، بعدش میری زندان، همچین آب خونک میخوری دیگرت حال بیاد. زندان؟ زندان واسه چی؟ من که خودم دو دستی برداشتم شکارا رو آوردم اینجا خدمتتون تحویل دادم. من قبلا هم بهت گفته بودم اگه تکرار بشه زندان رو شاخش است. اون دو تا آهورم میفرستم پیشون که منتقلشون کنن این ور. دادا دستم به دامنت، من که خودم خالصا مخلصا شکارا رو آوردم. آقا حرکت کن. آقا بیا بریم. نه به یه برخوردست، این حق است. برگونی من تو زندان میمیرم بعد بعد بچه هامو نکشین، اونا دخلی به این ماجرا ندارن. بچه هامو نکشین، خواهش میکنم بچه های منو نکشین. چرا بینیدی؟ سلام علیکم خانم شما. آقا ببخشید این جرم چی بود؟ قاطعوی سکارو پرندگان گفتی بچه‌ش میکشید. چرا؟ شما کارتون چی هست؟ ما اومدیم بابت محیط زیست از شما تشکر بکنیم. خسته نباشید. خسته نباشید. دست دادن تشکر کنیم. قربان. بله. اون سبت چی داره؟ ها؟ اون سبت چی داره؟ نور به خاطر جان و بچه هات بیا دار بریم. شاهین توی ماشین هست، خب بیایی تصمیم درست حسابی بگیریم دیگه. ببیشم تو همین فرق گازش پیدم اینا به ما نمیرسن. این حرفتو میزنی با امه گیان چه کار بکنه؟ آها امه خانم، خب همینجا مجبور میشیم زیر سایه درخت پیاده شو بکنیم دیگه. ها سالمندان عاشق طبیعت هست. من خیلی خوبی کارم کردی، با این چند جفت چشم که مثل قلقی دارن ما داخل مینیبوس نگاه میکنم اونایی چطور بپیچانی؟ نگران اینا نباش، من همینجا یه دور درجا بزنم و گاز بدم 3 کیلومتر بین ما فاصله میافته. آقای معیارخان بعد اگه شماره ماشین من دادن به پلیس، پلیس افتاد دنبال من، بعد اون چند صد میلیون جریمه این پرنده شکاری کی مقاد بده؟ چند صد میلیون جریمه؟ نه 2000. و چقدر؟ من سهمم بگیرم نهایت شما میتونید 30 میلیون رو من حساب کنید. لازم نکرده تو کاری بکنی، بسپارش به خود من. این لامصب همه چیز از این نوردین، اگه این نوردین چراغ سبز نشان بده این جماعت همه چشمشان به نوردینه، همه شان را میانده. خلاص سبز میاد. آه معیار، من یه راه حل سمرلهی دارم بهت قول میدم، اگر مرحله اول جواب نده دوم حتما جواب میده، اگر مرحله دوم جواب نده سوم قطعیه. عالیه این عالیه. چی عالیه؟ مگه من مرحلهشو بهت گفتم که میگه عالیه؟ نه. و یه رانندگی تو بخون. در مرحله اول میریم سراغ بحث تغذیه. گرسنگی بد دردیه معیار. بله. معده که خالی باشه سخت میتونی جلوی پیشنهادهای مالی چرب و چیلی مقاومت کنی. معده پرم سخته. حالا دیگه اگر بد قلقی کرد قلبش هدف میگیری. مثلا تو یه خاطره از ملقا خانم بگو، بعد منم میگم دیشب خواب حجت خانم دیدم و از این مزخرفات. اگر بازم نشود یکم میری بالاتر سراغ مغزش.
من دیگه اونجاست که بنزین میریزم رو خودم، تهدید به خودسوزی میکنم و بعد او که دیگه برای جان من اصلا ارزش قائل نیست. آدمی من میدانم که از بوی بنزین متنفرم عیار. آره عجب حرفی زدی، پوستش میکنیم با این کار. آره یادم مرموله، خیلی مرموله همون خوز من تا این سن خود الان گرفتم هیچ کس بروز ندادم از بوی بنزین بده. آره والا منم نمیدونم. رونک یاد، رونک یاد نگه دار آقا خلیل صدام بغل نگه دار. آقا بزن کنار، بزن کنار، بزن کنار، فقط عادی بشینم. نوری جان موفق باشی بابا. ببین اگه مهدیه به سلامت درختانی بدون سستان مرد و قبل یک کار نداره. اون نداری نداره، فقط شما عادی بشه. عادیه، 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 عادیه. سلام به همگی. سلام همگی بابا ویلا چقدر امه کم دارم. ببین ندارم. بفرمایید این قرشمال خدمت شما. ولی آقا نورالدین خانزاده گن این حق ما از زندگی نبود. نگاه کن به این چشمای گود افتاده، به این زکایی به پشت چسبیده. ببین به نظر من خلاصش کن، یعنی از معده و قلب بگذر زودتر به مغز برس. کوتاه بکن همه گیان، شما دوباره این حرکت زننده انجام دادی؟ با خود دیگه نه جایی میبرم نه برات مارشملو میخرم. اتفاقا خیلیم کار خوبی تر بیانم به افتخار عمل کنم. درود به شرف دم به افتخار تازه عروس داماد من که همیشه خدا با هم دیگه قرار به افتخار گل به سر عروس یالا، 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 گل به سر عروس یالا. دوستان و همراهان همیشگی، فقط چرا اینو میخونید؟ تا اونجایی که من سراغ دارم یه بیت دیگه هم داره. اگه نخونید شعرش خیلی نبرد میشه. نه اصلا اتفاقا شعرش تا همینجاشه گفته. به افتخار همسفرای متأهلمان که به لطافت الهیلی شریک زندگیشان را پیچاندن و مجردی آمدن سفر، یک کم مرتب بزنید. هی لا 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 لا. ببینم ببینم قطعش کن، قطعش کن. واقعا شما الکی خوشترین مردمی هستین که من دیدم. قربانه خانم آقایان، شما باورتان نمیشه با فروشه بای خوش که داخل این سبد ما میتونیم زندگیمون از این رو به اون رو بکنیم. به چه قیمته؟ من دوست ندارم به هر قیمت زندگیم پشت رو بشه. همه جان قربونت بشم، قیمتش زیاد نیست. یه چهار تا مسخ کمک کنین، چهار پرس غذا ببرید در خونه اینون، اونتی یربر میشه با هم میره. سخنرانی تمام شد خانم آقا، اگه ما این صد نرسیم کرمان فردا یه قرفه هم گیر ما نمیاد. بریم پایین خواهش میکنم. باشه باشه ما میریم پایین. آقا کیوان شما الان نگران قرفه یا کرمان؟ به تو چه؟ آقا یه حرف آخره دانه؟ بله. با وجود این که میدانید اگر این پرنده به فروش نره به پول تبدیل نشه من دوباره باید برگردم داخل زندان؟ بله. با این وجود شما حاضر به فروش پرنده نیستید؟ بله. نه خیر، بله چی نه خیر از این نیست. بسیار خوب باشه، اشکالی نداره. مایر جان جونه، این پرنده الان داخل کدوم ماشینه؟ داخل مینیبوسه. داخل مینیبوسه، آفرین. بعد جریمه کشف این پرنده توسط پلیس چقدره؟ 300-400 میلیون. 300-400 میلیون. دایی ماشینه عموم. بعد بفرمایید که آقا پلیس الان کجا تشریف داره؟ صدمه تقبتر. صدمه تقبتر. بعد کی قراره بره الان پیش آقا پلیس همه لو بده این پرنده و اینوه؟ محلقا خانم. بابا چی داری میگه؟ بابا خلیل خانزاده، جناب خلیل خانزاده همین الان میره خدمت آقا پلیس، همه دانه لو میده. با اجازه همگی میگیم. خلیل دایی گیا روح میگه در قپی میاد بره به تسنه شاهینه نبره به بیچاره. برو بینی بابا خلیل نگه دار همه رو میده. خلیل وایسا،
سلام، خسته نباشی. سلام، خسته نباشی. بعد خدمت رسیدم تا یک مورد تجاوز به زیست بوم منطقه گزارش بدم خدمت دادم. چی گزارش بدی؟ همین عرض میکنم خدمت دادم. این سبدی که میبینی من همین الان داخل اون مینیبوس پیاده شدم. ماشین خودمون نیست، ماشین خودم این جلویی است. این داخل مینیبوس. این سبز ماشین شماست. همکاری میکنید یا ادامه بدم؟ ادامه میدیم. ادامه میدم. ادامه میدی. بله. مشاهده بفرمایید. این داخل یه پرنده است، پرنده بسیار زیبای، پرنده شکاری، اسم شاهین بالابانه، سریع ترین پرنده جهانه، ولی متاسفانه به دست این دوستان من اسیر و دربند شده و هم اکنون میخوان از مرز قاچاقی خارجش بکنن. ملاحظه بفرمایید. آره خیلی با. به همین دلیل وظیفه ملی میهنی من ایجاب میکرد که سریع این مسئله به پلیس گزارش بکنم. واکنش پلیس چی بود؟ شما هنوز واکنشی نشان ندادی آخر. من که پلیس نیستم. به خاطر این میگی؟ این که بابا ماکت گذاشتن اینجا سر پیش ماشینا با سرعت که میان گول بخورن یواش برن. ما اینجا نشستیم یه اسونه میخوریم، اونم ماشین ماست. بفرمایید اسونه در خدمت باشیم. چای چیزی بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. چای بریزم خدمتتون. بفرمایید. تو پلیسی چی برای چی لباس پلیسی تنت می‌کنی؟ آقا این فقط رنگ بندیش پلیسیه. من خانمم از مدل پلیسی خوشش میاد، منم به خاطر اون پلیسی می‌پوشم. بیا بابا بیا. آقا دوست من یکم از پرنده سررشته دارم. این حیوان مریضه ها. یعنی دقیقاً چه رو چه حسابی میگی مریضه؟ این حیوان هم کس کرده، هم پراش ریخته، هم سینه‌اش ورم کرده. ببینم شما اصلا غذا به این چی میدی؟ والا غذای خاصی که نداره. هر چی خودمون بخوریم به این زبان مثلا میدیم. یعنی والا دیشب یه کمی گوشکوبیده بهش دادیم. امروز صبح هم یه خود آش باش و لذت. چای پررنگم خیلی دوست داره. بله بله. عمه گیان چجوری به چای دادی خورد؟ با نلبکی دادم عمه. خانو ول کنید آقا، ول کنید. گوشکوبیده چیه؟ شله زرد چیه؟ این عربا چیه؟ این ده بالا یه دکتر هست به نام دکتر معصومی، متخصص پرندگانه. اینو ببرید پیشش یه ویزیت بشه، ممکنه تلف بشه پرندتون ها. بذارید من آدرسش رو براتون بنویسم. این حیوان اصلا دکتر نمیخواد. من بر اساس دانش اندکی که دارم سر ظهری براش یه زلو انداختم که خونش تسویه بشه، ولی به محض اینکه زلو رو انداختم این زبان بسته تحت خوردش. حالا این زلو دفع بشه خودش حالش خوب میشه بابا. ای لعنت خدا بر تو او دانش اندکت. آخه نادان، این 3 میلیارد قیمتی پرنده است، تو از کجا میاری آخه؟ دور سالم 3 میلیارد خسارت بدی. امو کاوس اگه مرد این 3 میلیارد رو عریض میکنم، ولی از دم قسط مای 250,000 تومن. آخه آقا وعید، مای 250,000 تومن میخوای پول بدی؟ فکر کردی چند سال طول میکشه تا 3 میلیارد پر بکنی؟ آلا چقدر؟ چیزی نیست. یک سال میشه 3 میلیون، 10 سال 30 تومن، 100 سال 300 تومن، 1000 سال 3 میلیارد. 1000 سال؟ بله. اصلا در توان من نیست، اصلا کلا بی خیال شدم. بفرمایید. 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 من کروکیشم کشیدم. بله بله بله. دست بالا بگیرید. بعد شما رو ببینیم. سفرتون بی خطر. بفرمایید. آقا این شاهین اگر به هر عنوانی بلایی سرش بیاد این سفر همینجا تمام میشه. در همین نقطه. بفرمایید. لباس در بیاد تنیدی کلاهبرداری مردم بینوا فکر میکنن تو پلیسی. برو آقا. برو تو پلیسی. شما ارتباطی نداره. برو. اگه با پلیس ها بعدی گزارش گان
دایی گلی بهتر نیست بری دندسه. من احساس میکنم که الان پیش مهره دیفرانسیال ماشینه کم کم داره میپشه وسط جنگه. هنو دندداش به اندازه کافی پر نشده که برم سه. بعدش هم ماشین هم روی خودم و خودم قدقش بهتر از شما میدارم. دست نفر سرم عزیزم خواهش بکنم برو سه. این موتور منفجر بشه همه ما نابود میشیم. راست میگه به جانم. جاده سربالایی عمو. بعدش هم اگه زود برم سه مجبور میشم معکوس بکشم دوباره برگردم دو. رونا دخترم بابا با حرمت این موی سفید ما برو درده سه. هی بابا چه به موقع آب آوردی یه موکاوز واقعا خوش سفر. یعنی من تو عمرم ندیدم اینجوری خوش سفر. اینه که دی میگی وحید؟ آه بابا بابا موکاوز فقط تو اگه یه چایی هم به من بدی دیگه عالی عالی میشه. ای بوله چشم پسر عزیزم حالا حالا مانده تا خوش سفری هم موکاوز هم بدی. عزیز دلم سلام بابا گل. سلام که سلامتی. این یه خورده کارش مونده. یا وای دست درد نکنه. دست درد نکنه همون بروزگن با اون. این یه کم کارش مونده. بفرمام تقدیم بشینی خانم عشق اول و آخر سلمان پیشوار مبارکه. اینه بریم من درست کردی؟ آره دیگه تقریبا 8 ماه زمان برد درست کردنش. واقعا سلمان؟ آره خیلی دوست داشتم قبل شروع محصلمون بهت بدمش اما شرمنده همین الان حاضر شد. خیلی قشنگی سلمان خیلی دوستش دارم. مبارکت باشه. نگاه کنی سلمان چه برام درست کرده؟ آفرین سلمان. بابا سلمان نگفته بودی از این کارام بلدی. کاری خاصی نیست روز خودم. این مجسمه ها در داخل چوب ها وجود دارن. من فقط اونا رو استخراج میکنم. باریکالا بابا جان واقعا لذت میبرم که بالاخره یکی از دمده من خانواده دوست از عبدالحمد. آره واقعا البته نگفته نمینه وحیدم خیلی زحمت کشیده. آره آقا تمام دستم تحول زده. نشینی خانم یعنی 8 ماه شبانه روز روش کار کرده جلو چشم خودم. بابا تو چه اینه درست که من نفهمیدم. میرفتم پیش وحید خونه وحیدی نه کار میکردن دیگه. سلمان به شیرین هدیه نفیسی داد. عشق در چشمان من حلقه زده بود. رنگین کمان زیبایی در آسمان خودنمایی میکرد و طاووسی هزار رنگ در کنار نیمی بوسمان میدوید. این چیزه؟ چی؟ اینجا روشه میدین چای نا؟
یه لحظه ببینم. نه نه نه، این چیز خاصی نیست، این خودم نوشتمش. خودت نوشتی؟ در واقع چیزه، این چینیه. چینیه؟ نه نه، این چینی هست ولی چین به سفارش من اینا رو میزنه. بفرما، دوستش داری؟ پاشو برو سلمان. دوستش داری؟ پاشو برو سلمان. ببخش. عشق عاشقی اصل بر صداقت هست. دیدی؟ به تزد با نگفتن نگاه کن ببین مرکی نوشته چیزی روش نباشه؟ آقا این چقدر ریزه، من از کجا بدونم اونا؟ او دیگه به من عشقی میکنه؟ من بلدی نقشه ای دارم. چه نقشه ای داری؟ زنو؟ خسته نباشی آقا سلمان، این شیرین بدبخت از شما نه مهریه خواسته، نه خانه خواسته، نه هیچی. تنها خواهشی که کرده این بوده که هیچ وقت بهش دروغ نگید. اون وقت این دست خواسته شد؟ هر خاصی نیست به خانم. میگه دروغی که شما رو نپوشه قوی ترتون میکنه. فردریش این هر نیچه. خدا کنه هیچ مردی دختر در نشه. والله من هر موقعیت این دمادم میفتم اکسیژن خونم بی خودی میاد زیر 45%. این حرفا نزن نوری، خدا قهرش میگیره بابام. چرا؟ قدیمی ها گفتن هر که دختر داشته باشه تای بهش داشته. بداری میگی کابوس بره خودت. یعنی منی که دختر ندارم جان وسط جهنمم. آره بابا کی بنگن اینجوری نیست. احتمالا شما تو بخش اکونومی ساکن میشید. ما میردیم تو وی آی پی و فرست کلاس و اینا. اگر یه موقع مره ندیدی نگره نباشه. فصل من خیلی به هم دیگه کمه، ولی خب اونجا خیلی به من بیرسن و اینا. در عوضم شما دسترسیتون به آبجوش خیلی زیاد. چه بمزه گفتم؟ رونکیان چنی ما نبرسیم به دکتر؟ احساس بکنم این حیوان داره سخت نفسی کشه. اوه این پرنده حیوان حالش بده. من میکیم بابانگان بزرگواران جلوتر یه پیچتونی داریم، چون بعدش هم سربالاییه امکانه کم کردن سرعت وجود نداره. رضا خواهشم پشتی صندلی های خود را بغل کرده و ای زن آماده مبارزه با نیروی گریز از مرکز باشید. آقا صرف بچسبی، صرف وسایل کار من دست نزن. وسایل کار؟ مگه کبی داری که سیخ وسیله کارته؟ نیم بجم، این چیز دوونی در آورده واسه من. پاکتو با میدم مگه دستم بهت نرسه. برگرد بیا تو خونه. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. آقا ببخشید، ما دنبال مکتب دکتر معصومی میگردیم، گفتن که تو همین کوچه است، متخصص پزشکان. شما میشناسید؟ پرندگان. متخصص پرندگان. چه کارش دارید؟ یه پرنده بدحال داریم، می‌خواستیم یه نگاهی بهشش بندازن. مسافرین؟ ای بابا عمو جان، بیسوالی رو انداختی؟ بله آقا، ما مسافریم، جاندارم هستیم، داخل جیبم جا نمیشیم. حالا آدرس دکتر معصومی به شما نشان میدی یا نه؟ خودم هستم. خودم هستم دیگه. نه من به پلاک سیاه دادن قندیدم. 3-4 دقیقه دم در صبر میکنید بعد میاد داخل. چشم. واسه این همه آدم جا ندارم ها. فقط 4-5 نفر میتونم بیان تو. 4-5 نفر آدم حسابی و فریخته. روشن شد؟ بله آقا، بله فریخته خواهد. خب منو شیرین که هستیم آقا جون. من خودم میدونم فریخته نیستم.
من سال هاست که با این قضیه کنار اومدم. افتخار میکنی که فرهیخته نیستی؟ تو بود آقا منم با اجازه میرم یه دوری میزنم بعد هم میام خدمت دارم با اجازه. ببخشید دوستم، من یه سوالی داشتم. این یارو واقعا دکتر بود؟ بله که دکتر بود. بارها به شدان گفتم آدمای با سیخ تو دستشان قضاوت نکنین. این آقا سیخ تو دستش بود اما دکتر بود. بله. حالا یه سه چهار تا فرهیخته دیگه پشت سر ما بیان. نه اول شما بفرمایید آقای دکتر بعد ما میام. دکتر شوخی داری با من؟ نه شوخی نکردم، گفتم هم کاردم مطبش بهتر میدونی. بیان دیگه نکنیم. خب امو کاوشگر جان منم نظرم همینه پسرم. خب پس حل دیگه. خرابه. فردا چایی تو بشین. بله خوب. آقا چایی خوری؟ بله بله. بیا. بشین. بشین. آب زغاله خیلی. دست درم. چایی واسه من نیاوردی خانم؟ اگه اون آب زغاله در نمیخوری بدش به من. بفرم. دست درد نکنه. چنی تلخه چایی اگه ای. نمیخوری؟ بده من. دستش من. خب ندیه جون نمیشه شاید دختر دلش چای بخواد. بیا روله بیا. دست باشم بگیم. خب اما کیوان من زیاد چای خور نیستم. نه 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 تعریف نمکنم بابار بکن. دست در نکنه. بفرما خوربارم معرفت دم بگیم. بیا بیا چای من تو بخواد. دست در نکنه. آقا شما مهمونه بفرما چای من رو. دست در نکنه. خانم یه چای برای من بیا. خیلی زحمت کشید. شایشو گرفتی؟ بده من ببینم. دست شما درد نشکن. به 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 چه هوای دلانگیزی داره این خانه. من یاد اتاق پشتی خاله خودمان میندازه. انشالله قسمت بشه تشریف بیار اونجا بشه خدمت بکنم. بابت این دود و دم واقعا شرمنده. متاسفانه آلودگی هوا روستاها را تحت تاثیر خودش قرار داده. دست؟ بله، پر هویده است آلودگی هوا. بردش. ببخشید، اگر اجازه بدید من قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب یه چیزی از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر، من یه مدتیه این محدوده و باجناقم درد میکنه. خب ما سرطان چیزه؟ بنده تخصصم درمون پرندگانه. اگه با درد آدمیزاد آشنا بودم که روزگار خودم این نبود. بله عنایت دارم، ولی من چون این جایی که میگم مشترکه بین انسان و پرندگان، گفتم شاید شما بدون. اه مشترکه؟ خب لابد ایراد از سنگیونت قناری. جب بمزه گفتی، بمزه گفتی، افری. خب ای دکتر این تصاویر بسیار زیباست، اینا تصویر بیمارانی شما هستن؟ بنده دکتر نیستم آقا. یه عده به من لطف داشتن، یه عده هم شوخی داشتن، این لقب دکتر رو به من چسبوندن. بله شوخی کرد. خب استاد ازم به حضورت که استادم نیستم آقا. خب آقا من آقا که هستیم؟ بله هستم. خب خدای شکر. این تصاویری که اینجا هست اینا تصاویر بیمارتونه؟ نه خیر، اینا رفقای منن که تو همین حیات پشتی خونمون سکونت دارن، زندگی میکنن. ایه میتونیم بریم ببینیمشان؟ نه خیر نمیشه خانم، قرنطینه ان، احتمال انتقال بیماری وجود داره. خب اگه ما قول بدیم که بیماری به شما انتقال پیدا نکنه چه؟ بیماری شما به خودتون مربوطه. من نگران انتقالی بیماری به پرنده هم هستم. آخه منم نگران این پرنده‌ام. اگه میشه لطفا یه نگاهی زودتر بهش بندازیم. بله. خیلی خوب بیارش اینجا ببینم. دستی پان در نکنه. درشو باز کن. اینه؟ آره دیگه همینه. ببین درشو ببینم.
شاهین بالابان وارد از چیز آوردید واسه من؟ نه برای شما نیاوردیم آقای دکتر، ولی اگر خریدار باشید هیچ اشکالی نداره. نقدی 3 میلیارد تومان، چکی 3500. آقای عزیز من سابقه دارم، تعهد دادم که دیگه دنبال معامله شاهین آقام نپلکم. میگم نکنه شما رو فرستادن تا واسه من پاپوش درست کنی داره؟ آقای دکتر، من دنبال دوادرمن این پرنده ایم. شما اگه دوادرمنش رو میدید من به 3 ثانیه نکشید اینجا رو تقریه میکنم. بله، خیلی خوب سود میریم. ای دست درده کنه بری. بیا دخترم این پورت، پولش هم نمیخواه بدی. روزی دو نوبت یه قاشق می‌ریزی تو آبش، میدی میخوره. قول میدم که از روز اولش هم سرحال‌تر بشه. بسی آقای دکتر، اگه منم از این پود بخورم سرحال میشم. بابا بسه دیگه، بریم بیرون اینم. بسی آقا جب که بریم دیگه. دزده به کسی هم نمیگید که اینجا وجود داره. بریم بیرون. بکنم مهمان آمد برای ما. چه خبره باز؟ این محیط زیستی ها چرا اومدن جلو در؟ ای وای بالاخره کار خودتونو کردید؟ ما چه میگی برای خودت؟ آقای دکتر اونا اگه بیان بالا پای خودمانم گیره به خاطر این شاهین بالا بار. شما کاری نداشته باش، من خودم میرم باشان حرف میزنم میگم خانه نیست. نخیر لازم نکرده، اونا میدونن که من خونه هستم، من خودم میرم باشان صحبت میکنم ردشو میکنم بره. فقط شما خواهشن این شاهین رو یه جا قایم کنید، اگر اومدن تو خونه اینو نبینن. یادتون نره ها. بذارش پشت اون پرده یه دقیقه. نمیشه بابا جان، اینجا زیر مبل، اینجا زیر مبل. آخه اصلا زیر مبل جا میشه؟ آقا چه بکنم؟ بذارش یه گوشه، من میشینم رو شلوارم اینجوری میدم معلوم نباشه. خب اگه آمدن گفتن آقا یه لحظه بلند شو ببینیم زیر چیزه چیزه. آقا نه اصلا یه دقیقه وایسید. خانم ببخشید شما قولمه دارین؟ بله. خب بذارمش تو قولمه 10 دقیقه بذارمش توی اشال اونجا نمیگن. میمیره خب. نگاه اینا آقا ولش کن، من الان میبرم داخل حیاط یه جای قایمش میکنم بعدن شما. آقا نه پیشانی فقط مراقبش. خانم تو رو خدا ببخشید، اگه میدانستیم این جور میشه اصلا مزاحمتان نمیشدیم. آره والله این کار هر روز ماست. حالا که شما لطف کردین تا اینجا اومدین، یه لطفی هم بکنین به آقای معصومی ما بگین این هوای آلوده رو سری پیری بذاره کنار. بله چشم، البته این هوای آلوده برای سن سال بد نیست، ولی با این حال من خودم با دکتر صحبت کنم. چشم. شما خودتونم این هوای آلوده رو زیاد استفاده میکنی، بذار کنار. داره میگی؟ والا ما خانوما گناه داریم. چه داره میگی؟ نوری دیدیشو گفت؟ دیگه نمیشه هم دلی کرد با این آدم ها. عزیزم مردم گوش که نیستم، خب عقل دارن میبینن دیگه. تو وقتی وارد اینجا شدی خیلی زیادی دیگه لذت بردی، از اون کشیدی تو همه چی. برای اینه که من در لحظه زندگی میکنم. اها. استفاده کردن از لحظات وظیفه ما انسان راست. چارل دیکنز ها؟ خیلی خوب آقایون، سر جدتون دیگه بیاد بریز، رستشون کردم رفت. زود باشید، باشید ببینم شاهین کجا گذاشتید. والا عمو خلیل برش داشت بردش بیرون، احتمالا قایمش کرده. حتما؟ تو اسپایدری من بتمن. آقا نگرم با شما شوخی دارم تو این موقعیت. نمیخواد یه بمایی بیرون. خدا خیلی خوب. خیلی خوب. خلیل، Maya! 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 Maya!